با درود بسیار به شما یاران و همراهان ایران فردا، از هر زبان که وصف شما بکنم نامکرر است و بگویم که چقدر شادم از اینکه در خدمت شما هستم. بذارید دو سه تا داستان براتون، داستان نه، اتفاقاتی که افتاده. چند روز قبل بانوی به من تلفن کردن از راه خیلی دور و گفتن که ضمن اظهار لطف که ما بامدادان با صدای شما برنامه شما بیدار میشیم، چون در آمریکا بودن، در غرب آمریکا، گفتن همسرم میخواد با شما صحبت کنه. گوشی رو دادن به همسرشون، وارسته مردی از یک خانواده بسیار سرشناس، با من صحبت کرد. چقدر به دلم نشست، همه واژگانش پر مهر بود. اجازه ندارم نپرسیدم اسمشون رو بگم، ولی از همین راه دور دستشون رو میفشارم و ممنونم که اینقدر به من لطف دارم. دومی، من پیامگیرم اعلام کردم که این پیامگیر منه، بنابراین اگر پیام خاصی دارید که میخواید فقط من ببینم یا میخواید تکس کنید، به این پیامگیر تکس کنید. چند شب قبل ساعت 3 صبح بود، دیدم این پیامگیر من داره زنگ میزنه. حالا 3 صبح و من تازه خوابیده بودم، وحشت زده بلند شدم و رفتم سراغش. باز کردم، دیدم یه نفر داره زنگ میزنه. پاسخ دادم، گفت آقا من نمیدونم اونجا ساعت چنده، من خبر ندارم، ولی من از شهر دوشنبه تاجیکستان بهتون زنگ میزنم. گفتم هیچ اشکالی، تا گفت تاجیکستان گفتم اشکال نداره، چون زمان رو متوجه نبود. حالا هرچی، گفتم این پیامگیر منه، اگه شما با من میخواین تلفن بزنید صحبت کنید، تلفن دیگری رو باید بگیرید. و شماره به ایشون دادم، یا گفتم، بعدم گفتم میخوای من بهت زنگ بزنم؟ گفت نه. و من تلفن ایشون به اون تلفنم شد و باهاشون دقایقی صحبت کردم. ایشون یک دولتمرد بود، مقام والایی داشت در حکومت آقای امام علی رحمانوف، و اشاره کرد به من که آنقدر شما با بی‌طرفی و بی‌نظری نگاه می‌کنید به سرزمین ما و به حکومت ما که ما همه از شما سپاسگزاریم و برنامه رو ضبط کردیم برای آقای رئیس جمهور ببریم از سفر که برگشتن، چون ایشون رفتم در عربستان. و بعد برای من گفت که در تاجیکستان چقدر ما رو میبینه. من به ایشون گفتم من در مورد تاجیکستان بیطرف نیستم، در مورد وطنم بیطرف نیستم، تاجیکستان، افغانستان همه مثل وطن من هستن، بنابراین نمیخوام خار به پاشون بره. کسی چپ بهشون نگاه بکنه ناراحت میشم، میستم قاطعانه، چون نمیخوام این سرزمین هایی که ریشه ما در اونجاست با همین، به جهل عمل و اکره در انجمن شهر مشهد یا تهران نگاه نکنید که میرن اسم خیابون مولوی رو عوض میکنن، میذارن به اسم یه شیخ هوچی که حالا اعدامش هم کردم. من با اعدام مخالفم، اینو بارها گفتم، ولی یه شیخ هوچی لغلغو این خلخالی جسم میزد بالا و پایین و جیغ میزد مولوی کجا او کجا. اسم مولوی رو ما پایین میکشیم، اما شما در تاجیکستان بالا میبرید. شما حضرت فردوسی رو قدر مینهید، شما حضرت رستم و اسفندیار و سهراب رو اعتبار میدید، زال رو براش ارزش قائلید که رستم از پشت او آمده است. حرفمون خیلی خوب طول کشید و خوشحالم از اینکه با این مرد بزرگ صحبت کردم. تحصیل کرده مسکو بود و بسیار زبان فارسی رو زیبا حرف میزد. یکی دیگه از شما برای من ایمیل زده بود، آقای نوری زاده ما داریم تو رو میبینیم، آقای چالنگی رو، دوستان دیگر رو،
میشناسون. ولی خب این بچه های فنی شما، بچه هایی که نویسندن کار میکنن و چهرهشون دیده نمیشه، ما داریم میخواد دارم بشناسیم. ببین دوست من، بعضی از بچه های فنی ما خب شاید دلشون نخواد شناخته بشن، مسائلی از خانوادهشون، مشکلی، همه که نباید تا انتها برن، نه. اما من میتونم بهتون بگم بچه های فنی درجه یکی داریم، روابطی که با هم داریم زیباست. همین الان رضا داشت میرفت، گفتم یادت نری یک شنبه بچه ها تو برمیداری میری بیرون. این بچه های کوچیک، پسرم برای من تصویری فرستاده بود مال 10 سال پیش، 15 سال پیش، با هم رفته بودیم یه هالیده، همه خانواده با هم، و اونجا این عکس رو فرستاده بود. من عکس رو دیدم عجیب حالم بد شد، متأثر شدم. نه برای اینکه این همه زمان گذشت از عمر ما، برای اینکه چرا فرصت بیشتری برای بچه هام نگذاشتم. همش تو کار، و این مسئله ایست که آدم بعداً دوچارش میشه و ناراحتش میکنه. در حال ما همه یک خانواده ایم. بعضی ها رو میتونم اسمشون رو بیارم، حتما رامین رو اسمشون میارم که معاون فنی منه، علی کرملی که واقعا یکی از انسانهای نازنینه و با تمام عشق کار میکنه، رضا، هومن، سعید، پیام، یه رضای دیگه، اینا همه انسانهای نازنینی هستن که خیلی دوستشون داریم. اونایی که جلوی تلویزیون میان تصویرشون رو میبینید، خب میبینید، ولی لیلا سامانی رو نمیبینید، اون برنامه زیبای چارسو رو مینویسه، برنامه چهره رو، و همینطور مشارکت داره در سایت خلیج فارس و در جاهای دیگه. او و محمد صفریان برنامه‌های بسیار زیبایی ارائه میدن که چمتا رو و اونای دیگر رو میدونم همه دوست دارید. پرسیز، ترانه باران، تلاش میکنه، زمان میگذاره برای یه برنامه یک ساعته، یک هفته وقت میذاره، و اینا قدردانی داری. شهبال شب‌پره آدم کوچیکی نیست، پدر پاپ میوزیک ایرانه. بلکتس رو از زمانی که من دانشجو بودم بلکتس رو تا امروز کشونده. این آدم ارزش داره وقتی تو برنامه ما هست. من علیرضا میبودی رو با چی میخوام عوض بکنم؟ علیرضا، بله، 45 ساله همیشه برادر بزرگتر من بوده و سایش به سر من بود. من چجوری میتونم ازش قدردانی کنم؟ چجوری از ناصر شاهین‌پر قدردانی کنم؟ مسعود اسدالله‌ای داشتم برنامه‌اش هفته پیش میدم، چه برنامه قشنگی بود، نشستم تا آخرش دیدم و بسیار لذت بخش بود برام. این یاران ما، دوستان ما، گرد آفرید وقتی میاد شاهنامه میخونه، اول چه صدای قشنگی داره خودش. اینا همه با جان و دل اینجا کار میکنه. از جمالم باید بگم، جمال بزرگزاده، که گاهی شاید صداش رو فقط توی پکیجا شنیدید، یار و رفیق عزیز و قدیمی من، و گاهی اوقات واقعا نیاز دارم باش بشنم حرف بزنم. جمشید چالنگیرم که رابطه ما رو میدونید دیگه، چندین و چند ساله برمیگرده به زمان نوجوانیمون، دانشجویی و رادیو تلویزیون. یادش بخیر، زنده یاد نادرپور، گروه ادب امروز، میشستیم و شب تا بامدادان چه میگفتیم. از دوست عزیز و همکارم آرش هم باید بگم، این پیام‌ها رو همه رو آرش میگیره. آرش عزیز که با سحر همسرش کار فیسبوک ما رو، کار لایو استریم ما رو، سایت ما رو، سایت خلیج فارس رو، همه دست اوه، حتی فیسبوک شخصی خود من، و ازش بسیار ممنونم. از دکتر سیروس مشکی عزیزم، در مدرسه یه سال از من پایین تر بود، در دانشگاه یه سال، و همینجوری با هم اومدیم تا به امروز رسیدیم. ممنونم ازش. از خانم دکتر خزایی عزیز که برنامه ویژو بسیار زیبایی داره. از
کجا بهنام امینی بگم در ترکیه که با چه سختی تلاش میکنه که به روز خبرها رو در آخرین دقیقه به ما بده. از ماشاءالله عباس‌زاده بگم و شیوه و روش ویژه و زیباش که چقدر قشنگ ارائه میکنه. از فریبا شیرازی بگم، همراهی که از ابتدای ایران فردا با ما بوده و صادقانه خدمت کرده تو به امروز. دلم میخواست یادی از اون بکنم. امیر خسروجردی در سوت و برنامه ورزشی، اینا همه با جان و دل در اینجا کار میکنه. حالا امیدوارم فریدا صبا، علی لیمونادی عزیزم، هر دو این فریدا برنامه در واقع دهکده جهانیش، برنامه بسیار دیدنی است، مصاحبه هاش، علی لیمونادی با کوچش، و همینطور خب علی لیمونادی در لس آنجلس استودیوی ما اونجاست که از اونجا برنامه ها ارسال میشه. شاید هم الان برنامه داریم در امریکا. از که نگفتم محمد، باید از چیز بگم، از نوید محمدزاده که برنامه است چقدر مورد توجه قرار گرفته. نوید که میاد به شما نشون میده چجوری باید اندکی ورزش. به خود من دائم نگاه میکنم، نصف توصیه‌هاش به منه که ورزش چه تأثیری در زندگی آدم داره. از این بابت خوشحالم. برنامه باکس آفیس من همینطور، خانم سحر زند بسیار برنامه خوبی، شما را در جریان آخرین تحولات فیلم ها میگذاره. اونجا یه صدایی را میشنوید، صدای آشنایی است براتون، علی خان گرجی، اونم صدای آشنا. به هر حال امیدوارم همه رو گفته باشم که برسم به محمد رضا شاهید. خیلی کار زیبایی میکنه شاهید، من فوق العاده ازش راضیم. به عنوان یک خبرنگار، به عنوان یک تهیه کننده، کاراش درجه یک، و امیدوارم امسال بیشتر و بیشتر از هنر او و از استعداد و قابلیتش برخوردار بشیم. بسیار خوب، بریم بشنویم حالا شما چه گفتید. من پاسخهایی رو که شما میخواستید جمع کردم، یه جا ایمیل زده بودید، تلفن زده بودید، خدمتتون تقدیم. حالا گوش میدیم به پیام های شما. سلام عرض میکنم آقای نوری‌زاده، امیدوارم که حال خودتون و همکاران خوبتون روز به روز بهتر باشه. من هم یک بازنشسته بالای 65 سال هستم. بازنشسته های سال بالای 65 سال در عکس دولت امریکای جنایتکار که به افراد بالای 65 سال ماهانه 1500 دلار متعدد 4 میلیون ما میده و زندگی و بهداشتشون رایگان تا موقع مرگ، به ما بازنشسته ها یک کارت برای سوار شدن اتوبوس و مترو در ازای دریافت 30,000 تومان داده که اونم سالی یه دفعه شارژ میشه. راستی دین اسلام اینه آقای نوری زاده؟ به نظر شما لطفاً بهشون بگید که این کارت های ما رو بردارم شارژش کنن، چون ما از خونه که میریم بیرون تا دور رامون نمیدن، دورم نهار میخوریم میگن برید بیرون، ما مجبوریم سوار اتوبوس مترو بشیم این برامد بریم یه جور سر خودمون رو گرم کنیم. قربونتون برم، بگید به داد ما برسن. آخه خیلی متشکرم، خدافظ شما. ممنونم عزیزم. در تمام جهان متمدن رسمه انسانهایی که یه عمر جوانیشون رو در خدمت میهنشون میگذارن، حداقل باید اون سالهای بازنشستگی و استراحت رو یک آرامش ذهن و آرامش سادهی داشته باشه. مثلا اینجا کارت ترن و اتوبوس مجانی میدن. برای دارو شما هیچ پولی دیگه نمیدید، چون درسته اینجا نشنال هلسه، ولی برای هر قلم دارو الان قیمت زیاد شده، 6 پوند خورده باید داد. حالا یه دفعه یه داروی 100 پوندیه، یه وقت یه داروی 2 پوندیه که آدم از آزاد بخره بهتر، ولی در سنی رفتی بالا دیگه پول نمیدی. همه چیز بهداشتی برات مجانیه. سینما میری بلیط یه دفعه نصف میشه، ترن سوار میشی به یه شهر دیگه نصف میشه. آیا
آیا حکومتی که به مردم وعده نان و برق و گاز و همه چی مجانی داد قادر نیست همین یه بلیت رو به بازنشسته ها بده؟ همین. فکر کنید 0.1% دزدی های احمدی نژاد و دار و دستش رو بذارید برای این کار، هیچ اتفاق نمیفته. هموطن بعدی. جمعون ریزاده سلام عرض کردم، انشالله که تندرست و سلامت باشید. از اینکه برنامه تلویزیون خوبه و برنامه خوب تلویزیون خوبی دارید شکی نیست و واقعا حقیقت داره. اما باید عرض کنم خدمتون، خودتون بارها صحبت کردید در بر اساس حفظ دوستی، یعنی دوستی بالاتر از حتی وطن. بارها گفته اید در این تلویزیون سانسور وجود ندارد، اما باور کنید که دارد. من یک ایمیل فرستادم حتی جواب ندادید. من در مسلکم به کسانی که زحمت یک یادداشت رو برای می نویسن احترام دارم و پاسخ اون را در حد توانم حتما می دهم. اما می خواهم سخنان مرحوم بختیار رو برایتون بنویسم که از تلویزیون شما مرتب پخش کنید و شاید هم بدون افتخار کنید. ببینید چی میگه آقای بختیار. میگه اینها مأموریت دارند ایران را ویران کنند و میکنند. تأکید کامل و میکنند. سوال من این است که آقای بختیار از کجا میدونست که ایران را ویران میکنند؟ وقتی هم که میدونست چنین اطمینانم داشت و مطمئن بود، چرا مسئولیت پذیرفت؟ وقتی مسئولیت پذیرفت برای دفع این فتنه چه کاری انجام داد؟ در تمام 37 روز در تلاش بود که یا نخست وزیر یا رئیس جمهور خمینی بشود. ارتش و دولت را رها کرده بود. ایشون از سوی دولت‌های آمریکا و انگلیس محللی برای انتقال قدرت بود. به معرفی صحنه معرفی خود. ببینید دوست من، اولا من ایمیل شما را نگرفتم. من اگر ایمیل بگیرم اینقدر مؤدب هستم، اصول رو میدونم، شاید از متن ایمیل مثلا خوشم نیاد ولی جواب میدم. من ایمیل شما رو نگرفتم. من چند تا ایمیل دارم، ایمیل هات میلم که اصلا نمیرسم چون روزی 1000 تا بهش میاد، ایمیل کانتکتم 100 تا 150 تا، یه مقدارش هم میره جزء اسپم، یعنی ناشناس باشه خیلی وقتا میره جزء اسپم. گاهی اوقات من اونا رو هم چک میکنم، من ندیدم. اما حرف شما، خب اینجا سانسور وجود نداره و به همین دلیل من جواب شما رو میدم، حرفاتون رو گذاشتم جوابم. چرا آقای بختیار میدونست؟ چون آقای بختیار آخونده رو میشناخت. توده‌ای نبود، توده‌ای نبود. خورشیدم براش از مغرب طلوع نمیکرد، همیشه از مشرق طلوع میکرد. آقای دکتر بختیار تو همون دفترش روز سوم نخست وزیری بنده نشسته بودم، پیغام براش آوردن که آقای خمینی میگه شما استعفا بدید، من شما رو به نخست وزیر انتخاب میکنم. گفت من نمیدم، من از مجلس چیز گرفتم، از مجلس در واقع منو تایید کرده، مطابق سنن پارلمانی هم شاه از مجلس استمزاج کرده از مجلس، بعدم بنده رأی اعتماد گرفتم. پس شما نمیتونید بگید حالا من بیام برم با آقای خمینی. از خمینی کیه؟ روزی که خمینی بازگشت، آقای مهندس امیر انتظام هستن، پیغام از جانب آقای بازرگان آوردن، آقای دکتر بهشتی تلاششو کرد، آقای دکتر بختیار پاشی بیاد آقای خمینی رو ببینید، اونجا استعفا بدید، ما تضمین میدیم که ایشون شما رو در نخست وزیری ابقا میکنه. آدم هایی بودن در خب سطح دکتر بختیار نبودن، مثل آقای شهرستانی شهردار، اومدن دست آقای خمینی رو بوسیدن و پاشونو که در مقامشون تثبیت بشه. خمینی به اونا هم ارزش نگذاشت. دکتر بختیار میدونست ویران میشه، مسئولیت پذیرفت جلوی ویرانی رو بگیره، اما نمیدونست ارتشیا اون کارشونه، نمیدونست هویزر تصمیم گیرنده است، آمریکا و انگلیس میخواستن اونو برچینن، در فکر نگه داشتنش نبودن.
توافقا شده بود. بختیار فکر میکرد با تکیه روی ملت، خواستای برحقی که ملت دارن، تعطیل اون بخش ساواک شکنجه میکرد و آدم میکشت، قطع رابطه با افریقای جنوبی و اسرائیل، قطع صدور نفت به افریقای جنوبی، مبارزه با فساد، آزادی زندانیان، همه زندانیان سیاسی را آزاد کرد. هرگز باور نداشت. روزی که آقای قره‌باغی سران ارتش رو به جلسه برد، از ساعت 8 صبح تا 11:30 با بختیار حرف نمی زد. هرچه بختیار تلفن می زد، خانم کلانتری اینجا شاهده که چند بار تلفن آقای قره‌باغی رو گرفتن، گفتن جلسه دارن. بختیار گفت کدوم جلسه بدون اطلاع من؟ بعدم مستقیما به سرهنگی که تو رادیو تلویزیون بود نامشون رو فرستادن که بخون. اونم رفت خون بی‌طرفی ارتش رو. از بختیار ایراد نگیریم، از خودمون ایراد بگیریم. هواداران قانون اساسی چرا 2 میلیون نیومدن تو خیابون؟ چرا ترسیدن؟ فقط 100,000 نفر اومدن. اگر بختیار فرصت داشت اون 100,000 نفر 1 میلیون 2 میلیون میشد. خمینی از همین ترسید. هموطن بعدی. بله سلام، منم خوشحالم که دارم با تلویزیون ایران و فردا صحبت میکنم. آقای نوری‌زاده در یه مطلبی اشاره به آقای بهزاد نبوی کرد که پدرش نویسنده یا اونو فلان. از آن زیتون تا جایی که من اطلاع دارم، من سبزواری هستم، در سبزوار یه آقای بود به نام دکتر نبوی، یعنی تنها دکتر سبزوار، مرد خوبی هم بود. این در تهران یک زن صیغه‌ای داشت که این خانم ترک زبان بود. آقای بهزاد نبوی حاصل همون خانم صیغه‌ای با آقای دکتر نبوی سبزواریه. خواستم این آقای نوری‌زاده در جریان باشن. عرضی ندارم، موافق باشید تلویزیون، افراد تلویزیون ایران و فردا دستتون درد نکنه. خدا نگهدار، سال نو براتون مبارک. سپاسگزارم دوست من، ولی شما اشتباه میکنید. مادر آقای بهزاد نبوی بانوی فرهیخته و فرهنگی بود و زن صیغه‌ای هم نبود تا اونجا که من خبر دارم. هموطن بعدی. سلام علیکم، خسته نباشید. یه توضیح بدین این برنامه آقای شهریار قنبری چه به سرش آمد که دیگه اصلا پخش نمیشه؟ لااقل بگین چی شد برنامه چمتا و چهره و چارسو. این اجرای آقای سفریان یا سفریان خیلی ضعیفه، ما اصلا صداشو نمیشنویم. ای کاش گوینده بهتر میداشت. برنامه آقای مسئول اسداللهی خیلی خوبه، برنامه جناب آقای شهپرم خوبه. الان تو این برنامه ها جای برنامه آقای شهریار قنبری خالیه. سپاسگزار میشیم یه توضیح بفرمایید. ممنون، خدا نگهدار. بسیار متشکرم دوست من. چمتا و چهره و چارسو رو آقای سفریان فقط اجرا نمیکنه، خانم خیرخواه هستن و لیلا سامانی هست. آقای سفریان هم بخش رو اجرا میکنم. آقای سفریان هیچ وقت نگفت من گویندم. به عنوان یه آدم فرهنگی، با آدم اهل اندیشه، ادبیات، فرهنگ، هنر میاد و صحبت میکنه و اتفاقا صداش هم به نظر من خوب، ضعیفم نیست. اما در رابطه با آقای قنبری، نمیدونم بعد از 1 سال و اندی شما تازه متوجه شدید. آقای قنبری برنامه‌ای رو ارائه میکردن، خیلی هم ازش ممنون، دوست قدیم و ندیم من، ولی در یه جا این برنامه به اعتقاد من و به خاطر تعداد زیادی از شنوندگان تکراری شده بود. من به شهریار گفتم برنامه رو کوتاهش کن، نیم ساعته بکن، برای اینکه زمان داشته باشی، چون یه شاعر با اون احساسات و عواطف و اون دانش و اون نگاهش طبیعتا وقتی در یک چارچوب کوچکتر صحبت کنه ارائه برنامه بهتری میکنه. یه مقدار خوب گفت نه و بعدم نخواست همکاری بکنه. اون دیگه ما هیچ نوع
مقصر نبودیم، هیچ تقصیری هم انجام ندادیم. ایشون در تمام مدتی هم که کار کردن، اون توافقی که برای حقوق شده بود تا کمال و تمام خدمت ایشون تقدیم شد، که البته برای شهریار باید خیلی بالاتر از اینو انجام داد، ولی اون در حد مقدور ما که خودش هم میدونست. امیدوارم باز زمان و فرصتی باشد که از من خودم لذت میبردم، برنامه رو گوش میکردم، دوست داشتم. هموطن بعدی. علی رضا جان سلام، روز تو برم الهی. خواستم به عشق دلت که همیشه عاشق رو عاشق و عاشقی رو بگم. مطال از عشق و سوزد که مرا رسوا کرد، تد کاری که دل و دین مرا یغما کرد. شکر از عشق بردم به در پیر مهان، پیر خندید و گفت عشق مرا احیا کرد. روز تو برم همیشه شاد بشی انشالله. این هم بسید بگم. ای دریغا در جهان دیده بیدار نیست، تا ببیند در مکان و لا مکان جز یار نیست. هست اما در جهان یک عاشق سرشار نیست، هر که میگوید منم مواقف از اسرار نیست. جز عشق در دو عالم عاشق سرشار نیست. فدای همه خوبان عالم. سپاس گزارم. ممنونم دوست عزیز، چقدر با عاطفه، چقدر با لطف، چقدر با مهر. واقعا اینا زنده، من زندم به این مهر و محبت ها، و وقتی میبینم از صمیم دل هست، با چه عشقی این نازنین کجا بوده، در کجای ایران که این پیام رو داده، حتما جای زیبایی بوده و امیدوارم همیشه زیبایی های وطن نصیبت باشه. این اینالوی عزیز که رفت، من خیلی برام سخت، همینجوری دوستامون رو داریم از دست میدیم. ولی اینالو بعد از انقلاب ویژگی هایی رو نشون داد که قبلش ما نمیدونستیم. اینالو در قالب یک ورزش مرد، یک تحلیلگر، یک گوینده خیلی خوب میشناختیم. سیاست هم اصلا دوست نداشت. ولی بعد در قالب یک ایرانگرد 4 میلیون کیلومتر راه بره دور ایران، هر جا رو بگی، فکر کنم 4 میلیون گفتن یه جا، یکی گفت 4 میلیون متر، نمیدونم یک کدوم از اینا بوده. به هر حال چون 4 میلیون متر که میشه 4000 کیلومتر، بنابراین چیز زیادی نیست. ولی اینالو همون 4 میلیون رو رفته بوده و فوق‌العاده بود. ایران رو شناسون، زیبایی های ایران رو به ما شناسون. درود به روانش میفرستم و باز دلجویی از خانواده عزیزش و اینکه در غمتون شریک. هموطن بعدی. سلام عرض کردم قربان، خسته نباشی، وقتتون بخیر. من از تگزاس میزنم آمریکا، فقط میخواستم ببینم از آقای نوری سوال کنم، چون برنامه‌اش که میدونم الان مستقیم نیست، که آیا معروف باشه که کشور ترک کردن به خاطر مریضیشون که قدرت توانایی بدنی نداشتن ترک کردن رفتن، چون میدونستن که برن مردم زیر دست این عجوبه ها میفتن و اینقدر میدونید چقدر کشتار میشه، یا که همینطور به خاطر اینکه نخوند خمینی رو بکشن و اینا گذاشتن رفتن. این برای ملت خیلی چیزاشون گنگه هنوز. بعضی ها میگن مریض بود دل کرد رفت، بعضی ها میگن اگر میرفت یا تو هوا به گفته بختیار خب اینجا با هواپیما میزدن امام زمان میشود. هنوز در ملت ایران گنده. این اگه یه روز آقای نوریزاده بشافه تو برنامه های یا صبحش یا بعد از ظهرش، هر موقعی چند دفعه تکراری بگه که مردم روشن بشه. اینو من برنامه هاتون مرتب میبینم، هیچ موقع این برنامه شکافته نشده که برای چی ول کرد و علازت رفتن، آیا برای مریضیشو رفتن، برای اینکه خمینی رو نکشن رفتن. خیلی راحت میتونستن بیستن و ادامه بدن سلطنتشون ها، یا ولیعت اگه مریضشون واقعا این بود جانشین خودشون بذارن. متشکرم، خدا نگهدار. ببین دوست من، این در واقع چیزی نیست که من بتونم براتون با قاطعیت بگم این درسته و اینه، نه. ولی آنچه من حس میکنم از ملکه ایران شنیدم، از نزدیکان پادشاه شنیدم،
شاه میل به سلطنت کردن رو از دست داده بود. بعد از تظاهرات تاسو و عاشورا شاه دوچار یک سرگیجه شده بود. آیا این ملت، من این همه براشون کار کردم، از فقر و خاکستر نشینی وردمشون بیرون، کشور رو ساختم، این رفتارشونه با من؟ نه، من اهل کشتن نیستم. مثل صدام و قذافی فکر نمی کرد، مثل بشار اسد فکر نمی کرد، فکر می کرد بر قلوب مردم حکومت میکنه. وقتی دید از بالا میلیون ها نفر دارن میگن مرگ بر شاه، اون میل رو از دست داد. بعد بیماری، نبودن آدمی مثل علم در کنارش، همه مردانش رو از دست داده بود، کسی دیگه نداشت. براش گزارش میوردن فلانی که انقدر بهش اعتماد داری دیشب رفته بهشتی رو دیده، اون یکی رفته موسوی اردبیلی رو دیده. از پاریس پیش گزارش میدادن آقا دارم میان اینجا. شاه بی اعتماد شده بود. تصویر کشتن ملک فیصل در عراق، داوود خان در افغانستان، اینا تو ذهنش بود. فکر این که مردم بریزن تکه پارش بکنن، فرزندش و خانوادش آزارش میداد. بعد فشار بریتانیا و آمریکا هم بود. وقتی دائم آقای سولیوان، آقای سر آنتونی پارسونز ساعتش رو نگاه میکرده که اعلیحضرت کی تشریف میبرن، شاه فکر که داره دیگه اینا اگه نره اینا تا برنامه ریختن که بکشنش. هرچی اردشیرخان گفت آقا اعلیحضرت این دوتا سفیر رو پرت کن بیرون به عنوان عنصر نامرغوب، ناصرالدین شاه ولف سفیر انگلیس رو انداخت بیرون، شما نمیتونین دوتا سفیر رو بیرون کنی. رئیس سازمان امنیت فرانسه که میاد شاه رو میبینه میگه، میگه شاه ترسیده بود به شدت که انگلیس و آمریکا فروختنش، الان برنامه ریختن که بیفته به دست انقلابیون و تکه تکش کنه. وقتی میرفت گریست و همونجا برگشت گفت که لطفی دوست عزیز و همکار من در رادیو تلویزیون اونجا بود یادشه که من میروم ولی چراغ بر میدارید و دنبال من میگردید. تا اون لحظه هم خودش رو محق میدونست و مردم رو قدر ناشناس و بیچشم رو رفت و واقعا هم چراغ برداشتن دنبالش میگرد. هموطن بعدی دکتر جان سلام، انشاءالله خسته نباشی، سلامت باشی. این برنامه آقای مسعود افضالیه خیلی خوبه، خیلی. من دلم بخواد که از آقای هنرمند بزرگ آقای نصرت کریمی از اون فیلماشون خیلی استفاده میتونیم بکنه، خیلی فیلمای عالی دارن. آقای افضالیه میدونن همه دارن، خیلی خوشحال میشم اینا رو پخش کنیم. واقعا هنرمند بزرگ، انشاءالله همیشه سلامت باشن. منوچهر بگلری سپاسگزارم. منوچهر عزیز، بله نصرت خان کریمی تاج سر ماست. مسعودم اصولا با فیلم های او شروع کرد، درشکچی و فیلم های دیگه همینجوری، و همیشه هم ازش یاد میکنه به عنوان یک استاد و یک مرد برجسته. حیف بعد از انقلاب 37 سال ما رو محروم کردن از ده ها فیلمی که نصرت میتونست بسازه، نمایشی که میتونست به صحنه بیاره، ولی عروسکاش رو ساخت. آقای شاکی هایتونه، درود بر همه هنرمندان بزرگ ما. من همیشه یاد اون عبارت زنده یاد فردین که میفتم که ما هر روز داریم میمیریم، اونایی که موندن گرامیشون بداریم. اگه ناصر ملک مطیع رو دیدید احترام بهش بگذارید، مرد بزرگیست، دوست بداریم اینا رو. اینها زمانی خاطر پردازان ذهن ما بودن، رویا پردازان ذهن ما بودن. شما باید ببینید هند
ببینید مزار راجکاپور چطوریه، خانوادهش از هر قدیسی براشون با ارزش داره، پسرش، نوادگانش، ببینید چه جایگاهی داره. هموطن بعدی. با درود به آقای نوری‌زاده و همکاران محترم. آقای نوری‌زاده دوباره اومدم از شما جدایی کنم. خیلی وقتی شعرهایی که میگین و حرفایی که میزنین حرف از اون نسل عاشق میزنین که انقلاب کردن با یک قلبی پر از صفا و مهر و این حرفا، واقعیتی نیست. اون نسل یه عده انقلابی زده بودن تحت شستشوی مغزی به چپی و یه عده آخوند همشون یا ماجراجو بودن، یه سری لات بودن و غیره. این آدم های عاشق و آگاهی نبودن، اگه بودن چی کار اصلا انقلاب نمیکردن چی؟ یعنی که نداری تخیل میبافی تو هر شعر دیگه باید گفت. اون مثل دیگه است، ولی این مثل دیگه اینه که اون نسل را یه جوری بهشون یه بخشش و موبیلی به آدمان جنایتی که کردند. متاسفانه توی این مثل شما توافق ندارم. باز هم شب شما خوش. دوست من اول نفهمیدم شما خودتون به چه نسلی تعلق دارید. به طور قطع شما از نسل مثلا 20 سالگان نیستید. حالا از نسل بنده نباشید، خود جوانتری. شما فکر میکنید موقع انقلاب ما چند سال اون بود؟ ما هم 20 سالگان اون زمان بودیم دیگه، در اون دهه 20 تا 30 بودیم همه. ما چه خیانتی مرتکب شدیم، ما چه خیانت کردیم. آدم هایی بودیم با رویا، رویا می فروختیم. آدم هایی بودن می دونستن و دنبال ویرانی ایران بودن. اونا رو یقشون رو بگیرید. و بعد شعرهایی که من می خونم اغلب شعرهای امروز منه. در این شعرها من این نسل امروز رو دارم میگم. اگر از دانشجو میگم اینا رو دارم میگم. بچه های دلاور امروز رو دارم میگم. مؤمنی رو دارم میگم. اونا رو نمیگم. اگه بله رفتم شعر قدیمی براتون خوندم گفتم مال 1356 57 گاهی هم میگم. خب اون حرف شما درست، ولی این شعر مال بچه های امروزه. بچه های عاشق، بچه های پاک، صاف، آزاده. هموطن بعدی. با سلام، من از داماد تماس میگیرم و خواستم بگم که چند روزی هستش که ما سیگنال برنامه تون رو نداریم و نمیشه برنامه تون رو دید. هم خواستم بگم خیلی داریم. سپاسگزارم بانوی گرامی. گفتید سیگنال ندارید، اگر از روی ساتلایت میبینید ما گزارشی نداشتیم که سطح، شاید به خاطر آب و هوا باشه، هست. منم دارم میبینم یه دفعه بارون و باد و طوفان اصلا همه چی رو به هم میزه. ولی اگر از روی جیلویز یا جای دیگه داشتی تماشام که اینترنت، اون دیگه بستگی به خط اینترنتیتون داره یا بعضی وقتی که اشکالات فنی. امیدوارم الان به راحتی ببینید و همراه ما باشید. رسیدیم به من گفتم پایان خط رسیدیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. میدونید که پیامتون رو در طول هفته تو برنامه پخش میکنم. تا هفته آینده همین جا همین ساعت همه شما را به پروردگار عاشق میسپارم.